درود گرم. روشنگری رو پی میگیرم. به شما عرض بکنم که در برنامه امروز دوستان پیشین ما در این جلسه شرکت دارند، همکاری میکنند، خانم دکتر میترا رشیدیان و خانم دکتر سپیده فرش. میخواید یه حالی بپرسید تا من برم گفتار ابتدایی رو شروع بکنم؟ با درود فراوان خدمت همه عزیزان که لطف کردن و این هفته به جمع ما پیوستن، خیلی خوش آمدید. سپاس فراوان دارم از شما جناب آقای دکتر فروغی که کمانکان همیشه واقعا لطف و محبت دارید و منو دعوت میکنید به این برنامه. سرکار خانم دکتر سپیده، خوشحال هستم که با هم این برنامه رو اجرا میکنیم و همچنین تلویزیون پارس و کارگردان فنی برنامه. بسیار از همه سپاسگزار هستم که میتونیم که ما هفته یک بار این جمع رو داشته باشیم و بتونیم به هر طریقی که هست کمکی بکنیم به هموطنان عزیزمون در هر کجایی که هستن و به جمع ما ملحق میشن. سپاسگزارم از همتون. من هم به روی خودم سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده های عزیزمون و خیلی خوشحالم که میتونم ساعتی رو در خدمتون باشم و بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر فروغی، خانم دکتر رشیدیان که این افتخار و سعادت رو من به من دادن که من بتونم در کنارشون باشم. واقعا بسیار ممنونم ازشون و همینطور از جناب آقای شهرتی و تلویزیون پارس هم خیلی سپاسگزاری میکنم. خوب، به شما عرض بکنم که قبل از اینی که وارد به اصطلاح اصل برنامه بشیم، میدونید که امروز یک بخش خیلی خیلی مهمی از شخصیت انسان مورد گفتگو هست و ما راجب شخص اینجا صحبت نمی کنیم، ما راجب روانشناسی صحبت میکنیم. ولی خوب خیلی ها ممکنه که همینجور پل خودشون هر کسی رو مجسم بکنن یا هر فردی رو برای خودشون تو فامیلشون هم که دیدن، مثلا امروز نرید به پسر خالد بگی که مثلا تو اینجوری هستی یا به برادر دی همچه حرف بزنی یا به خواهر. ولی به طور کلی، اما ببینیم که در هفته‌ای که گذشت چگونه گذشت. اولا میدونی که برنامه سالگرد مهسا امینی بود، سال دومش تمام شد. ایشون به وجود آورنده زن زندگی آزادی هستند، یعنی تمام مردم جهان از این سه کلمه خوشحال شدند، پیوستند به گروهی که طرفدار زن زندگی و آزادی هستند. خب این برنامه در قرار شد در تمام شهرها باشه، از غذا از استرالیا گرفته تا اسکاتلند، ایرانیان با پرچم سرنگ، با پرچم شیر خورشید، بعضیا بیشترین و البته در این برنامه شرکت داشتند و خیلی خیلی باعث خوشحالی بود. البته برای من که من از جانب خودم میگم که در بسیاری از این گرد همایی ها فرطور رضا شاه کبیر بود، محمد رضا شاه بود به شما عرض بکنم و حتی شاهزاده رضا پهلوی که واقعا بگونه ای امید بخشی بود برای مردم که ما داریم یک بازگشتی به دوره هخامنشی میکنیم. این بازگشت برای آزادی زنه. در واقع بیشترین چیزی که الان صحبت ما در موردش هست، در تمام موارد یک جمله این کنار هست که ما داریم دفاع میکنیم از زن و آزادی زن. حالا هر که میخواد بلش بیاد بلش بیاد، ولی زن رو ما آزاد میدونیم، زن رو در بسیاری از جهات حتی برتر میدونیم از مرد، به دلیل اینکه مادری میکنه، به دلیل اینکه اون عشق رو
افزایش میده، گسترش میده. تمام تئوریای جهان وقتی صحبت روانشناسی میشه بلافاصله میره سراغ مادر، و وقتی که صحبت از پدر میشه اصالت او و چگونگی ارتباطاتی که او باید داشته باشه مورد پرسش قرار میدن. خب حالا ببینیم که به جز این قضیه چه داستانهای دیگه ای توی جهان اتفاق افتاد. یکی از اونا مسئله بود که واقعا خیلی روانشناسی اصلا ناتوان موند در تشریح این قضیه که چگونه میتونه اتفاق بیفته. در میدونی که در به اصطلاح در بیروت این حادثه اتفاق میفته و کلی از افرادی که مربوط به حزب الله بودند به وسیله پیجرهاشون یا چیزهای شبیه گفتگو کردن و اینا منفجر میشه. اونجوری که حسن نصرالله امروز صبح توی تلویزیون خودش مطرح میکرد این بود که ما 37 کشته دادیم و 3000 زخمی در این مورد. و اما اون چیزی که از ایرانیا من شنیدم، سخنهای دردناک ایرانیان ستم دیده‌ای بودند، اونایی که بچه‌هاشون کشته شده بودند، اونایی که شوهراشون کشته شده بودند، توی زندان بودند، مادراشون در زندان بودند، اینا تمامشون به نحوی داشتن میگفتن که این یکیشون میگفت این کارماست، یعنی اونایی که اعتقاد دارن به این که اگه یکی یک بلایی بیاره به سر یکی حتما به سرش میاد. و این کوری چشم بچه های ایرانی بود که بالاخره نصیب بسیاری بسیاری از مردم دیگر شد. من هیچ خوشحال نیستم بابت اینه که مردم کشته بشن یا چشمشون کور بشه، ولی داریم میگیم اینه که اتفاق افتاده، اینه که مردم دارن میگن. میگید نه تلویزیون ها رو باز بکنید، میگید نه رادیوها رو گوش بکنید، ببینید مردم راجع به این قضیه چجوری از مردم اسرائیل تشکر میکنن، از فرماندهانشون تشکر میکنن که این کار کردید شما. حالا من نمیدونم مثلا این کار اونا کردن یا نکردن، این واقعیت دارم میگم، چون میگن این چیزا رو از نمیدونم خود جمهوری اسلامی فروخته بهشون، نمیدونم اینا، این حرفا هزار جور روایته، اینا رو مطلع نیستم. حالا در هر صورت این حادثه یه که اتفاق افتاده و روایت های متفاوتی در این زمینه وجود داشته و وجود داره. ولی ببینید برای روسری بچه های ما کور شدن یا کشته شدن یا از بین رفتن و این جریان ها ادامه داره، ولی همچنان دولتی که در کشور ما سرکاره هنوزم که هنوزه داره سرکوب میکنه و میگه خبر ندارم، خبر ندارم که مثلا استاد دانشگاه رو اخراج کردن، خبر ندارم که روسری از سر دخترها میخواستن به زور بکنن و اونا قبول نکردن مثلا انداختنشون به زندان، خبر ندارم که دخترها تو خیابون سیلی خوردن از دست گشت ارشاد، خبر ندارم که همین امروز در جنوب ایران تلویزیون داشت نشون میداد که یه زنی چگونی باش رفتار کردن به علت اینکه روسری نداشته، مثلا شهر خیلی خیلی کوچیک. حالا هیچ جام گزارش نشده که مردا از دیدن سر زن یا موهای زن آنچنان افسار گسیخته شده باشن که حمله کرده باشن، من نشنیدم. حالا نمیدونم، شاید آقای پزشکیان شنیده باشه، ولی به هر جهت اینا یه چیزایی است که خیلی خیلی غم انگیزه. استادی که از دانشگاه مشهد اخراج کردم، خبر خوب بهتون بدم، در دانشگاه وسترن اوهایو و تو اوهایو و وسترن ریزرو یونیورسیتی، این وسترن ریزرو یونیورسیتی یه دانشگاه بی نهایت خوبیه و اصولا استادیه در اون دانشگاه یه افتخار خیلی بزرگیه.
این شخص ما از ایران بیرونش میکنیم، بعد اونجا میره استاد دانشگاه میشه. حالا به هر جهت خبر دیگر این است که وزیر فرهنگ اعلام کرده 110,000 دانش آموز نتونستن، یعنی جا نداریم براشون، یا اینکه وضعشون ایجاب نمیکنه، پول قلم کاغذ ندارن، حالا هر دلیلی داره نتونستن به تحصیلشون ادامه بدن. و خب وقتی که وزیر آموزش همچین حرفی میزنه دیگه ما نمیدونیم که چگونه میتونه بچه ها کجا باید برن، باید به دست چه کسی برن برده بشن به مدرسه. ولی آخرین خبری بود که آقای دادستان تهران هم میفرمایند که بیماری حجاب را جمع‌آوری میکنیم، بد حجابی را البته. خب من میخواستم اولین سوال بیارم پس خانم دکتر رشیدیان بپرسم، اصلا فراموش بکنید این جریان شخصیت ها رو، این اونی چه بیماریه؟ این بیماری بدحجابی چیه؟ بفرمایید شما. با درود مجدد خدمت همه عزیزان، من اول یک جمله اضافه میکنم به فرمایشات شما در مورد زن، زندگی، آزادی، و اون این هستش که یک زن نه به خاطر کارهایی که میکنه بایستی ارزشمند باشه، بلکه به خاطر اینکه یک انسان هست و در نتیجه تمام قوانین بشری به زنها هم متعلق هست و این یک تعلق داده شده است، چیزی نیستش که باید اینها به قول معروف به دست بیارن، بلکه به خاطر انسان بودنشون حق حقوق جز حق حقوق انسانی همه زنهای دنیا هستش. خب حالا ببینیم دلم میخواد که این جریان ببریم به اولین موضوع بحث امروزمون، به دلیل اینکه عجیب امروز یه ذره وقتمون مثل اینکه کمتره و باید مطالب زیادی رو مطرح بکنیم. اگه دوست داشته باشید از خودشیفتگی شروع بکنیم، چون این موضوع خیلی 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 مهمه، و برسیم به این جریان، بعدش فرمایشتون امینایی هم که هست برسونیدش به اینجا. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مطمئن نیستم که تمام هموطنان عزیزی که هفته پیش به جمع ما بودن امروز هم تشریف دارن، حتما یه عده جدیدتر هستن. پس بنابراین قبل از اینکه برم خودشیفتگی رو معرفی بکنم، اول اجازه بدین که دوباره معرفی بکنیم که اصلا این نوع ناهنجاری های شخصیتی اصلا چی هستن. و به طور کلی هفته پیش مقدمه‌ای که گفتیم این بود که پرسونالیتی یا شخصیت شامل این هستش که یک فرد چطور فکر میکنه، چطور باور داره و در نتیجه چجور رفتار میکنه. بیسیکلی ما چیزی که هستیم، ما یک پدیده بایو سایکو سوشال هستیم. در این مجمع که بخوایم صحبتش رو بکنیم، و خیلی وقتا این اختلالات شخصیتی که تولید میشه به خاطر اینه که اون رفتار و اون عقیده و اون باور از خط نرمال اون محیطی که درش هستیم خارج میشه، از اون کالچر خارج میشه، و در نتیجه با ما به یک سطحی میرسیم که میتونیم اونو بهش بگیم که یک ناهنجاری شخصیتی درش هست. و ما گفتیم که هفته پیش که اینا شامل سه دسته هستن. ما هفته پیش راجع به دسته A صحبت کردیم و امروز داریم راجع به دسته B صحبت میکنیم. که اینا به طور کلی نوسانات خیلی زیادی در خلق و خوشون دارن و هیچ آدمای ثباتداری نیستن در کارهایی که انجام میدن. و اگر که فقط بخوایم راجع به خودشیفتگی صحبت بکنیم، میبینیم که اولین شرطی که این افراد دارن اون احساس بزرگمنشی
که به اصطلاح انگار از همه بالاترن و از همه والاترن، از همه بهتر میدونن و این افراد به طور کلی همه چیزای خوب برای خودشون میخوان و در نتیجه حس حسادت بسیار زیادی دارن و بعد میبینیم که اصلا نمیتونن انتقاد پذیر باشن و به خاطر اینکه به هدفهای خودشون برسن و همچنین بالا بمونن میتونن از انسانهای دیگه سوء استفاده بکنن و یکی از ویژه های اصلی این افراد به اصطلاح احتیاج به این که ادمایر بشن، همیشه ازشون بهشون بگن که چقدر خوبید، چقدر مفید هستید، چقدر بالا هستید، شما بهترین هستید. ولی باز هم میبینیم که تمام این اتفاقاتی که میفته باز هم حتی یه لحظه میتونن احساس خوب داشته باشن نسبت به خودشون و یه لحظه میبینیم که دوباره فوری برمیگردن به اون احساسی که باید دوباره تایید بشن و بتونن دوباره خودشون رو در اون سطح بالا ببینن، خودشون باورشون به اونجا باشه. اینه که هیچ گونه انتقادی این افراد براشون خوشایند نیست، همچی که انتقاد بشه بلافاصله آدم‌های بسیار خشمگینی میتونن بشن و به طور کلی من اینو در کار تراپی خیلی زیاد میبینم و اینو ما بیشتر در آقایون میبینیم، این مسئله خودشیفتگی رو که میان و واقعا انتظار دارن که همسرشون مثل یک برده فقط و فقط به اینا برسه، فقط اینا رو تشویق بکنه، فقط همیشه ممنوندارشون باشه، سر به زیر باشه، از رفتارشون انتقادی نکنن و بذارن اینا در اون جایگاهی که احساس امنیت میکنن زندگی بکنن. پس میبینیم که زندگی کردن با یک آدم خودشیفته چقدر وحشتناک میتونه باشه و به طور کلی اینجا مسئله ایگو رو ما خیلی زیاد میبینیم و این افراد ترس بسیار زیادی دارن از اینکه از اون مرحله بالایی که میخوان باشن حتی یک صدم درصد هم بخوان بیان پایین تر و اونجاست که خیلی احساس ناامنی میکنن. در نتیجه از هر طریقی که شده باور خودشون رو نگه میدارن که واقعا بهترین هستن، بالاتر هستن، حتما باید به اینا خیلی تقدیر کرد، خیلی باید بهشون رسید که متاسفانه هرچی که بیشتر این کار انجام بشه در حقیقت اونا رو ما در اون حالت خودشیفتگی خودشون بیشتر نگه داشتیم و روز به روز این حالت بدتر میشه. ولی یکی از ویژگی های خودشیفتگی اینه که اینا در سن کم خودشون فوری نشون میده، یعنی اگر ما اول اون اوایلی که این خودشیفتگی شروع میکنه به تولید شدن، به وجود اومدن متوجه بشیم شاید بشه براش کاری انجام داد، چون معمولا این دسته از ناهنجاری‌های شخصیتی خودشو در سن پایین از تینیجری نشون میده. ولی اگر که این گذاشته بشه و در سنهای بالاتر بخوایم ما اینا رو کاری برشون بکنیم مسلما خیلی خیلی سخت‌تر میشه اینها رو ازش کنار کشید. و ولی خب این افراد یه حالتهای باورهای عجیب و غریبی برای خودشون دارن و یک آرزوهای برای خودشون دارن، خودشون رو در یک جایگاهی میبینن که هیچ کس اون جایگاه رو نمیتونه بهش برسه به غیر از اینها و در نتیجه میبینیم که هیچ کس تقریبا نمیتونه اینا رو به اصطلاح راضی بکنه از چیزهایی که توی زندگی با هم دیگه میخوان شریک بشن و یک حالت این بالانس خیلی زیادی بین پارتنرش رو میمونه، بین افراد دوربرش رو میمونه و به طور کلی زندگی کردن با این یک فرد خودشیفته چلنج خیلی خیلی بزرگی هستش در زندگی. خیلی چیزا میشه گفت در مورد نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر و این احتیاجی که اینا دارن که تایید بشن، یک احتیاجی هستش که میتونه هیچ وقت تموم نشه و هیچ وقت هم کامل نمیشه براشون متاسفانه. ببینید عزیزم، واقعا آدمای حالا میخوام از خانم دکتر سبیله این سوال بکنم، ببینم که اونقدر این ویژگی ها فراوانش زیاده که راجع به این موضوع واقعا کتاب ها نوشته شده که این بشر
به کجاها میرسه. منتها سعدی میگه بشر مقامش به اونجا میرسه، ولی یه آدم خودشیفته اینه در مورد خودش حس میکنه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اون آدم فکر میکنه که خوب رسیده به اونجا. این در حقیقت اگه بخوایم شعر سعدی رو بخوایم بیاریم توی این محتوا اینجوریه، او فکر میکنه رسیده. بفرمایید خانم دکتر. بله، در مورد این افرادی که خودشیفته هستن، خانم دکتر رشیدیان خیلی جامع و کامل فرمودند. من فقط عملا صحبتی که دارم یک خلاصه از صحبتهای ایشون هست، در واقع به نوعی جمع‌بندی. همونطور که خانم دکتر فرمودن، اینها افرادی هستند که الگوی فراگیری از در واقع نیاز به تحسین، عدم همدردی با دیگران و خود بزرگ بینی دارن. یعنی وقتی میگیم الگوی فراگیر، یعنی توی تمام زمینه‌های زندگیشون میرن، توی خانواده‌شون همین احساسات رو بقیه دارن، میرن تو سر کارشون همینطور، بیرون میرن همینطور. و در کنار اینها، اما اجازه بدید که اینجا من به معیارهایی که DSM-5 که در واقع مرجع مخصوص تمام روانشناسان و روانپزشکان هست اشاره کنم، که برای تشخیص افرادی که خود بزرگ بینی دارن، که در واقع همون آیتم هایی هست که خانم دکتر هم فرمودن، نیاز هستش که 5 مورد از 9 مورد رو حتما فرد داشته باشه. یعنی مثلا اگه فقط 2 موردش باشه، غالبا ما اینجا باید شک کنیم برای اینکه بخوایم تشخیص رو بذاریم. یعنی میخوام بگم که دوست دارم که بینندگان عزیز برنامه توجه داشته باشن که وقتی یکی از این موارد، 2 تا از این موارد، یا مثلا 3 تا از این موارد رو میگیم، لزوما به این معنی نیست که فرد اختلال شخصیت خودشیفتگی داره. به این آیتم ها اشاره کنیم. اولین آیتم این هست که فرد خود بزرگ بینی زیادی همونطور که فرمودید نسبت به خودش داره. در واقع این فرد نسبت به دستاوردهای خودش خیلی اغراق‌آمیز افتخار میکنه و اگر حتی دستاورد کوچیکی داره، انتظار داره که دیگران اون دستاورد رو به عنوان یه دستاورد بزرگ ببینن و اون رو یه فرد برتر ببینن. این فرد، دومین مورد این هستش که این فرد به صورت مداوم ذهنش مشغول هست به خیال پردازی در رابطه با موفقیت‌های نامحدود، عشق، زیبایی، و مدام خیال پردازی می‌کنه در این زمینه‌ها. مورد سوم این هست که این افراد احساس استحقاق دارن. یعنی اینکه دیگران براشون کارهای لطفای بزرگی بخوان بکنن و کارهایی که دیگران براشون انجام میدن رو وظیفه اون افراد میبینن. چهارمین موردی که متاسفانه این افراد دارن این هستش که استفاده ابزاری و سوء استفاده میکنن از افراد در جهت در واقع بخوان به اهدافشون برسن. بعد اینها امپاتی ندارن. مورد بعد، یعنی با دیگران نمیتونن همدردی داشته باشن. افراد وقتی دچار مشکل هستن میان با پیششون، هیچ احساس همدردی با این افراد ندارن. و مورد بعدی که مورد بعدی در واقع این هستش که این افراد هم به دیگران احساس حسادت میکنن، یا اگر این احساس رو ندارن، مدام احساس میکنن که دیگران دارن به خودشون حسادت دارن. و همینطور رفتارها و نگرش هایی که دارن خیلی متکبرانه و از روی خود بزرگ بینی هستش. در واقع در مجموع این علائم 5 تاش رو که داشته باشن، میتونیم بررسی کنیم که این فرد ممکنه که اختلال شخصیت خودشیفتگی داشته باشه. من فقط اینجا مجددا تاکید میکنم برای بینندگانی که حالا جلسه پیش رو ما در خدمتشون نبودیم، این که ما وقتی صحبت از بیماری‌های روانشناسی میکنیم، وقتی که صحبت از تشخیصشون میکنیم، همیشه این رو هم در ذهن داریم که در واقع این علائم فرد با یک بیماری روانی دیگه بهتر توجیه نشه، فرد در اثر مصرف مواد دچار اون علائم نشده باشه، و همینطور بیماری جسمی پشت اون علائم نباشه. مثلا کسی که ضربه به سر داره و دچار برای مثال خشونت میشه، این جزء دسته اختلال شخصیت قرار نمیگیره، بلکه اون ضربه به سر بوده که عاملش بوده. خب به شما عرض بکنم که خیلی خیلی جالب بود این مسئله همدردی که شما گفتید. در واقع ممکنه همدردی بکنه ولی از ته دل نیست، این بر تظاهر کاره، همدلی نداره. یعنی به طور کلی اون مسئله امپاتی نیست درش. نکته دیگری که خیلی خیلی مهمه به نظر من اینه که
این آدم ها خیلی تنها هستن، برخلاف اونی که به نظر میاد. یک عده‌ای دور اینا هستن که متنفرن ازش، هر کسی میخواد باشه، هر آدمی که خیلی خودشیفته است دور بریا دوستش ندارن، نفرت دارن ازش. حالا اگه یه موقعی شما ببینیدم یه همچین چیزی ره که با چجوری مثلا ممکنه که پسرخاله من با این که خودشیفته مردوست مادرش قربون صدقش میره، خب یه داستان دیگه ایه، یا حساب ارتباطاته، یا حساب پوله، یا حالا هر چیزای دیگه ای که هست. و در واقع نکته دیگر هم اینه که این تصوراتی که اینا در باره خودشون دارن، این مسئله یه توهم، یعنی واقعیت نداره، یعنی وجود نداره همچین چیزی. پلو خودش فکر میکنه اینجوریه. یعنی در واقع ما مواجه هستیم با یک مشکل خیلی خیلی بزرگی که افراد وقتی که میان توی این قضیه، ده ها مشکل بزرگ دیگر از این موضوع به وجود میاد که حالا چه نوع سوء استفاده هایی میشه از این فکر انجام بشه. مثلا کسی که انقدر دلش بخواد ازش تعریف بکنن، چجوری آدم میشه که با تعریف از او بتونه هزار جور کلاهگذاری سر دیگران یا سر خود اون آدم بکنه؟ ببینید اینا خیلی خیلی ظریفه. البته اگر به اصطلاح فرصتی بشه برمیگردیم یه موقعی بهش دوباره، برای اینکه از یک منظر دیگه ای بخوایم بهش نگاه کنیم. اما دلم میخواد که الان خانم دکتر رشیدیان، حالا که به اینجا رسیدیم، بیاییم و موضوع مردم ستیزی رو، اونهایی که واقعا ظاهر حق به جانب دارن ولی چش ندارن مردم رو ببینن، همیشه خنجر کوچولو تو آستینشون هست. بفرمایید. من فکر میکنم که شما راجع به انتای سوشال پرسونالیتی دیسوردر صحبت میکنید، درست دارم میگم؟ بله درسته. بله. و چقدر قشنگ اینو شما مقدمه شد باز کردید، برای اینکه وقتی که من صحبت میکنم راجع به انتای سوشال پرسونالیتی دیسوردر، معمولا با اوایدنت پرسونالیتی اشتباه میشه، یعنی کسایی که آدمای منزوی هستن، در خود هستن، در صورتی که کاملا برعکسه. یک شخصی که انتای سوشال پرسونالیتی دیسوردر داره شخصی هستش که با اجتماع ستیز داره، ولی در ظاهر میتونه یک آدم بسیار خوشمشرب، میتونه بسیار یک آدم اجتماعی بگو و بخند و اینا باشه و دور و برش خیلی آدم چارمینگ. و کسایی که واقعا وقتی که به عمق این افراد پی میبرند، بسیار جای شاکینگ هست که چطور با این شخص که توی جمع انقدر خوبه، این همه آدم نازنینیه، آدم دلش میخواد که این همسرش باشه، و ما اینو بیشتر در آقایون میبینیم باسم، و خیلی ها تعجب میکنن که چطور این شخص میتونه یک آدمی دروغگو و فریبکار باشه، چطور میتونه واقعا قوانین اجتماعی رو زیر پای خودش بذاره، چطور میتونه یک آدم پرخاشگر، بیمسئولیت و یک آدم بی‌نظم و هیچ گونه حق و حقوق انسانها براش مطرح نباشه و فقط هدفهای خودش بخواد براش مهم باشه. من اینو در کاپل تراپی زیاد میبینم، متاسفانه میبینم که کاپل های میان اینجا که خانم هاشون شکایت میکنن، میگن این در جمع اینقدر منو بغل میکنه، تقدیر میکنه، میگه من بدون این همسرم زندگی نمیتونم بکنم، همه اینا و و و و, و چقدر مقام های بالا که بقیه کاپل ها واقعا حسادت میکنن به عشق و عاشقی که بین این دوتا هست، ولی همچی که از اون محیط دور میشن، اون آقا شروع میکنه به پرخاش و به اذیت کردن و به آزار و اینکه انتقاد شدید از همسرش که چرا اینجا اینو گفتی، چرا اونجا این حرفو نزدی. و به طور کلی میبینیم که هیچ گونه اینا به احساسات دیگران، باز هم در این کچون جز به این کاتگوری هست، میبینیم که احساس همدلی، احساس امپاتی واقعا درشون وجود نداره و هر کاری میکنن که
به اصطلاح به هدفهایی که خودشون میخوان برسن، حالا اگر حتی شده قانون رو میشکنن، اگر حتی که شده کارهای ریسکی میکنن، کارهای خطرناک میکنن. نکته که من در کار تراپی باهاش متوجه شدم و باهاش چندین بار روبرو شدم، میبینیم که بعضی از این افراد، و نه همه، این یه قاعده کلی نیست که بگم شامل همه میشه، نه، ولی شامل بعضی ها شده، و اون اینه که اینا احساس ترس از ابندنمنت اینجا هم خودشون نشون میده، و اینا افرادی بودن که در زمان بزرگ شدنشون اون احساس امنیت، این که خواست یعنی قابل خواستن بودن و یا محبتی که باید بهشون برسه نرسیده، و در نتیجه یه قسمت از این انتای سوشالی که انجام میدن و با پارتنرشون رابطه به اصطلاح خوب و بد دارن، به خاطر اینکه شاید این پارتنر بذاره بره، و این یک نوع دوباره ثابت کردن به خودشونه که من قابل این که قابل چیز نیستم، قابل محبت و عشق نیستم، و من در رابطه پایدار نمیتونم ببینم و من همیشه میتونم طرد بشم، و این یک مسئله سابکانشس و حتی آنکانشس هست که من اینو در کار تراپی میبینم، و وقتی که من اینو ادرس میکنم میبینم که در برای اون شخص به خصوص این مسئله درست بوده. بنابراین میبینیم که وقتی که ما میگیم که این ناهنجاری های شخصیتی برمیگرده به محیطی که شخص درش بزرگ شده، این یکی از اون نمونه هاست که اگر که ایشوی ابندنمنت درش پیدا بشه، و زندگی بسیار سختی هست. این خود این افراد از اینکه تنها هستن، از اینکه کسی بهشون نمیتونه نزدیک بشه، زجر زیادی میبرن، حس عدم اعتماد در اینا بسیار زیاده، حتی اگر کسی بهشون توجه بکنه اینقدر اذیتش میکنن که اون شخص بذاره بره، که دوباره بگن که ما قابل اعتماد نیستیم، دنیا قابل اعتماد نیست، و که این یک دلیلی میشه که همینطور ادامه بدن و به کارهای مخرب خودشون ادامه بدن، و حتی صرف سبت ها جمع میکنن. ما در اینا مصرف دراگ و الکل و اینا رو زیاد میبینیم، مسائل قانونی رو هم در اینها بسیار زیاد میبینیم. بله. خب خانم دکتر فرتوید بانو، بفرمایید ببینیم که در گروه های مردم ستیز اصولا نقش گناه چی میتونه باشه اینجا؟ بفرمایید. در مورد نقش گناه فکر میکنم که شاید منظورتون در مورد احساس پشیمونی و احساس گیلت منظورتون هست، درست آقای دکتر؟ متوجه شدم. یعنی ندارن دیگه. بله. این ماها هر کدوم توی زندگی اصولا بشر خودش کنترل میکنه. شما موقعی که گرسنه میشه، وقتی میری توی یه محلی که غذا هست، کوشش میکنی میگردی توی جیبت که پول پیدا بکنی. یه آدمی که به اصطلاح انتای سوشاله، چون احساس گناه نداره میتونه بدوزه. نه، ببینید این مثال خوبی نبود زدم، چون میتونه آدم فقیر بقیده من بهتره که بره بدوزه. چه کار بکنه؟ یعنی اگه از من بپرسید که آیا یه نفر باید بمیره ولی نون ندوزه که بخوره، من میگم نون میتونه بدوزه که بخوره که زنده بمونه. ولی ما به طور کلی با احساس اینی که درست چیه نادرست چیه داریم زندگی میکنیم. اینه بهش میگن جمع کل کنترل گناه، که آیا مثلا ما یک کاری که میکنیم این کار درست توی ذهنیات خودمون تشخیص دادیم که درسته یا نه. وقتی یک فردی این تشخیص نداشته باشه، میتونه دزدی بکنه، میتونه به قول معروفی زی بکنه، هزار تا کار میتونه بکنه. بفرمایید جون. بله، همینطور که آقای دکتر شما هم فرمودید، اینها افرادی هستن که بدون توجه به حق و حقوق دیگران حق و حقوق دیگران رو پایمال میکنن، به دیگران آسیب میزنن، و متعاقب اون نه تنها احساس پشیمونی ندارن، بلکه کاملا
توجیه پذیر از نظر خودشون کارشون، در صورتی که در واقعیت بیرون اصلا قابل توجیه نیست این مسئله. و همونطور که خانم دکتر هم به درستی و کامل اشاره کردن، این افراد کلن افرادی هستن که یه الگوی فراگیری از پایمال کردن حق دیگران دارن با خودشون. علاوه بر اون، این افراد به صورت مکرر چون خشم خودشون رو نمیتونن کنترل کنن، وارد در واقع خشونت‌های فیزیکی میشن. این افراد افرادی هستن که مدام تکانشگری دارن و نمیتونن برای آیندهشون برنامه ریزی داشته باشن. از پس انجام تعهدات مالیشون، کارهای منظم روزانهشون، اینا معمولا نمیتونن بر بیان، بیمسئولیت هستن معمولا در این زمینه ها. فقط من اینجا یک مسئله رو خانم دکتر من فرمودن، خیلی خیلی خوب بود، من اینجا فقط یه پرانتزی اضافه کنم. همونطور که خانم دکتر فرمودن، دقیقا این بیماری آنتی سوشال در آقایون بیشتر هستش، ولی یک چیزی که هستش من در پرانتز عنوان کنم، یک نگرانی اینجا وجود داره در مورد این مسئله که شاید خانوم هایی که آنتی سوشال هستند به طور اشتباهاً تشخیص براشون داده نمیشه، به خاطر اینکه علائم خشونتشون یه مقدار خفیفتر ممکنه باشه، و این هم به خاطر اینه که معیارهایی که برای تشخیص شخصیت ضد اجتماعی گذاشتن خیلی تاکید کرده بر خشونت‌های فیزیکی، در صورتی که ذات آقایون کلن اینطوری هست که خشونت رو کلن بیشتر به صورت فیزیکی بیان میکنن، خانوم ها به صورت احساسی و زبانی بیشتر بیان میکنن، و به خاطر همین میگن که یک عده‌ای از خانوم هایی که اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارن و خشونتشون رو در فرم شدید حالا صحبت بیان و اینا عنوان میکنن ممکنه شناخته نشن. اگر بخوام یک توضیح کوچیک اینجا عنوان کنم، برای مثال شما در نظر بگیرید که مثلا این خانوم هایی که آنتی سوشال هستن ممکنه خشونتشون رو به این نحو ابراز کنن که مثلا بیان با فریبکاری، با منیپولیشن ذهن دیگران به خواسته هاشون برسن، یا حق و حقوق دیگران رو زیر پا بزنن، سوء استفاده کنن از دیگران، یا اصطلاحا اینا ممکنه حتی در واقع ریلیشنال اگریشن داشته باشن، یعنی اینکه مثلا بیان در واقع مثلا با شایع پردازی برای یکی رابطه یکی رو با بقیه بخوان خراب کنن، یا مثلا بیان از رابطه دوستانشون با اطراف با دوستشون استفاده کنن به عنوان یه ابزار که آسیب بزنن به رابطه یه فرد با فرد دیگه. البته خب این قضیه باید خیلی شدید باشه و مکرر باشه، تو ستینگ‌های متعدد باشه، و خب این احتمال هم هست، ولی به صورت کلی طبق آمار که ذکر میشه همونطور که خانم دکتر فرمودن دقیقا توی آقایون بیشتره، و از نظر سنی هم این افراد در واقع باید 18 سال یا بالاتر باشن و از قبل از 15 سالگی برای اینا تشخیص کانداکت دیزوردر داده شده باشه. و در کنار اینها وقتی که این علائم ما از این افراد میبینیم، به خاطر در واقع اسکیزوفرنی که تحت درمان نیست یا بایپولار دیزیزی که تحت درمان نیست نباشه. بله، یعنی در واقع تمام افرادی که تشخیصی که تا این لحظه در مورد درمانشون آنشون اشاره کردید دیدن، جز اینکه نقره داغ بشن هیچ راه دیگه ای وجود نداره. یعنی معمولا حتی زندان خیلی براشون اونقدر کار نمی کنه که پول براشون کار میکرده، خیلی خیلی از موارد هست. ولی به طور کلی این افراد به دلیل اینه که میخوان خیلی مردم اخفال بکنن، در واقع مجبور هستن که اغلب همون جوری که خانم دکتر رشیدیان هم بهش اشاره کردن، با زبان خوش، با مهربانی بیان جلو، نقش آدمای خیلی با شرف رو بازی بکنن که بتونن با طرف شریک بشن، مالش رو بدزدن. اگه همینجوری بیاد بگه آقا من خیلی پول دوست دارم و فلان، همه ما دوست داریم که پول داشته باشیم، هیچ که نیست که بعدش بیاد. ولی معمولا اینا در لباس اینه که آقا دنیا رو باید آدم ول بکنه، اینا یعنی چه، باید بچسبیم به آخرت. حالا بگذارم، من از اون موضوع میگذارم. ولی ببینید، موضوع این است که ما اخفال
در هر جهتی میتونه منجر بشه به اینکه یه همچین برچسبی به انسان به یکی بزنه. این است که معمولا اونا به علت اینه که میخوان انقدر مهربون باشن، اون خشم درونی رو اغلب نمیتونن مهار بکنن و خیلی براشون گرفتاری پیش میاد. حالا یه مثال براتون میزنم، اینا خیلی ظریفه به قول معروف. شما نگاه کن، راننده داره میره، یه راننده دیگه میاد رای این عبور میگیره. این آدم به دلیل اینه که فکر میکنه که حقش گرفته شده، اونجا مثلا حاضری که بهش تیراندازی هم بکنه. ولی وقتی که یه فردی که در یه همچین موقعیتی هست میره توی خیابون، میبینه که یک فردی داره تون میره، خب چه کار میکنه؟ یا آدم معمولی باید خودش بکشه کنار. این خشمها، خشمهایی که این افراد دارن، در یه جاهایی که ما انتظار نداریم خودش نشون میده که براش دلیل نمیتونیم پیدا بکنیم. در هر حال من اگر اجازه بدی یه نکته دیگر رو من اینجا همین بودی که شما فرمودید، ما دو تا اینجا تبصره داریم که امیدوارم درست گفته باشم، که در زبان انگلیسی بهش میگیم سایکوپات یا سوشیوپات. هر دوی اینا جزء دقیقاً همین انتای سوشال پرسونالیتی دیسوردر هستن. یک کتاب معروفی هست به اسم The Psychopath Next Door، یعنی همسایه که سایکوپات هستش، و واقعا نشون میده که اینا چطور با یک رفتار محبت آمیز و با چه فریبکاریایی میان جلو تا به انسان کنک بکنن. وقتی که کنک کردن، اون وقتی که اذیت و آزارهای مختلفشون شروع میشه. و واقعا چقدر سخته که آدم یکی از این افراد همسایش باشه یا شریک زندگیش باشه. بله. حالا این مسئله البته خیلی به درستی اشاره کردید راجع به سایکوپات، خیلی خیلی به اصطلاح دیاگنوز قدیمی تریه. بله. مسائل روانی خیلی زودتر از مسائل اجتماعی، گرچه اجتماع همیشه وجود داشته، ولی کلاسیفیکیشن اینا خیلی خیلی دیرتر اتفاق بود. در هر حال بسیار ممنون که اشاره بسیار درستی بود به این قضیه. حالا میخواستم ببینم که ببینیم که حالا این آدمایی که یه مقدار جنبه های هیستریانیک دارن، این شخصیتی که حالا ببینیم، باید اون جریان مردها رو گفتیم، حالا یه ذره داریم میریم سراغ خانوما. بله. حالا ببینیم که شما اصولا این هیستریانیک بودن رو از لحاظ تعریف چجوری تعریف میکنید؟ که این چه الگویی رو اصولا برای شما میاره که شما یه دفعه فکر میکنید که این آدم هیستریانیکه؟ من جواب بدم؟ بله بفرمایید جناب. خواهش میکنم. قبل از اینکه برم سراغ جزئیات این دسته از ناهنجاری شخصیتی، میخوام خواهش کنم که خانم ها این واقعا در نظر بگیرن وقتی که وارد مهمونی ها میشن و یه سری رفتارها رو میبینن و یک سری فرم های لباس پوشیدن رو میبینن، نیان و بگن که همه این افراد دچار هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر هستن. همچی چیزی نیست. همونطور که خانم دکتر سپیده به درستی اشاره کردن و مرتب هم اینو ذکر میکنن و من سپاسگزارم که شما این کارو میکنید، ما در تشخیص بیماری های روانی باید خیلی مواظب باشیم که هر چیزی رو که میبینیم، یک موردو که برای چند ساعتی میبینیم، اون دلیل بر این نیست که یک شخص دچار یک دیسوردر هست، و خیلی خیلی بیشتر چیزها رو باید در نظر بگیریم تا اینکه بیایم بگیم یه خانمی این مثلا یه همچین شخصیت ناهنجاری داره.
به طور کلی بله درسته، ما اینو در خانم ها بیشتر میبینیم و ویژگی اینها این است که خیلی رفتارهای نمایشی و هیجانی زیاد دارن و خیلی وابستن به اینکه دیگران تاییدشون بکنه و اینها افرادی هستن که میتونن لباسهایی بپوشن که خیلی جلب توجه بکنه، رفتارهایی میتونن بکنن که میتونه سکشوالیتی اینا رو بیشتر نشون بده و همچنین تغییرات خیلی خیلی نوسانهای خیلی سریعی دارن برای اینکه احساساتشون رو بگن، یه لحظه فوری خوشحال میشن، یه لحظه فوری غمگین میشن و بعد برای جلب توجه دیگران به خصوص جنس مخالف کارهای عجیب و غریب زیادی میکنن و یکی از ویژگی‌هاشونه که هر چقدر هم که به این افراد توجه بشه، باز هم اگر که مثلا از هر 10 تا فاکتور اگر 9 تا به اینا توجه بشه، اون یه دونه ای که نمیشه برای اینا بسیار بسیار دردناک و سخته و حتی میتونن روابطشون رو به هم بزنن. حالا چیزهایی که من خود من در کار تراپی در این افراد متوجه شدم، یکی این که معمولا سابقه سکشوال مولستیشن یا سکشوال ابیوز در دوران کودکی اینها به یه نحوی به یه فرمی بوده، حالا چه خیلی میجر بوده یا چقدر ماینر بوده، حتی اینکه یه پدر اومده و دست زده به دخترش بدنش رو دست زده، اون میتونه حتی یک بار میتونه باعث یک همچه موردی بشه و معمولا افرادی که دچار هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر هستن میبینیم که میتونن موضوع object relationship هم داشته باشن که به اصطلاح عامیانه بهش میگن daddy issue، یعنی وقتی که با وارد رابطه با یک جنس مخالفشون میشن اون شخص رو میتونن به عنوان حتی دنبال بابا باشن تا اینکه دنبال همسر هستن و این روابط هایی که به اصطلاح هیجاناتشون بسیار فلیپ فلاپ خیلی خیلی زیادی میکنه در رابطه، میتونه بسیار سنگین باشه، میتونه همکار هم به اصطلاح پارتنرشون یا همسرشون رو واقعا از پا بندازه. بسیار آدمای شکاکی هستن، عدم اعتماد هم به خودشون هم به دیگران بسیار زیاده. مثلا چیزایی که من میبینم به این فرمه که میتونن در طی روز 50 تا تکست رد و بدل بکنن، 49 تا از این تکست ها جواب داده میشه و با امپاتی و محبت هم جواب داده میشه، اگر یکیش جواب داده نشه رابطه آخر اون روز رابطه رو به هم میزنن و ما میبینیم که واقعا این مسائل چقدر سخته و ترس از abandonment دوباره در اینها زیاد هست. یعنی overlap بین این 4 تا کاتگوری در این قسمت اختلال شخصیتی بسیار زیاد هست و ولی خب اینا خوشبختانه به وسیله تراپی میشه درست شد، حداقل هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر میشه اینو درستش کرد، منتها خب تراپی بسیار زیادی میخواد. اگر که مسئله abandonment درش باشه اون هم به شدت این مسئله بیشتر اضافه میکنه، ولی خیلی مهم هستش که ما یه هیستوری کامل از اینا داشته باشیم که مطمئن بشیم که این افراد واقعا سابقه زندگیشون به چه فرم بوده که چرا به هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر حد شده و از اونجا بشه ریشه رو دریافت بکنیم و تریتمنت رو انجام بدیم. خب خانم خیلی خیلی ممنون. خانم دکتر فر بفرمایید که چه چیز دیگه ای میشه به اون چیزایی که خانم دکتر رشیدیان گفتن اضافه بکنیم؟ خانم دکتر خیلی خیلی جامع و کامل گفتن، من فقط چند تا مسئله خیلی کوچیک رو عنوان کنم که مثل همه اختلالات شخصیت دیگه باز باید حواسمون باشه اینها الگوهایی هستن که فراگیر هستن، معمولا از اوایل دوره نوجوانی افراد اینها شروع میشن و فرد اینها رو طولانی مدت با خودشون داره و ثابت هستن و در کنار اینها از بین علائمی هم که دارن 8 تا علامتی که خانم دکتر اشاره کردن حداقل 5
تا علامت رو باید داشته باشن تا بخوایم در واقع بررسی کنیم که شاید در مورد تشخیص هیستریونیک یا خودشیفته در واقع باشن. و خب خیلی مهم هستش دیگه، همونطور که خانم کرم فرمودن با یکی دوتا علامت واقعا نمیشه این برچسب رو زد. بله، حالا مثلا شما اگه بخواید که مسئله اون کلمه اغواگری رو که به کار میبرن و خیلی بیجا به کار میبرن در بسیاری از موارد برای خانم ها، ولی یه موقع هست که واقعا اینا یک کاری میکنن اون کسی که این گرفتاری رو داره که دیگران رو در شرایطی قرار میدن از لحاظ ذهنی، از لحاظ گفتگو، از لحاظ رابطه، طوری حرف میزنن که بابا جون ما خلاصه هستیم، خلاصه این طرف بشه توجهی بکنه، بی‌تعارف دارم میگم اینه. یعنی این جنبه های عجیبیه. شما خیلی ببینید، ما صحبت از تیپ های سایکوپت گذشتیم ازش خیلی سریع، انتای سوشال صحبت کردیم، ناوهنجاری های به طور کلی، مردم ستیزی، اینا رو صحبت کرد. ببین اغواگری در زن خودش یه نوع مردم ستیزیه، یعنی در واقع اینجاست که این کورلیشناله. یعنی ما وقتی که میگیم که جریانات شخصیتی کاملا میتونه در ارتباط با هم دیگه باشه، یعنی دلیلی نداره اگه یکی هیستریونیک هست یه آدمی باشه که فقط همین چیزا رو داشته باشه. ممکنه بسیاری از موارد دیگر که در جریان‌های شخصیتی میتونن مؤثر باشن و ما رو وادار بکنن به اینکه تشخیص‌های دیگری هم راجع بهشون داشته باشیم، کما اینکه مشخص شده اصولا در 30-40% موارد افراد چندین تشخیص مختلف مربوط به شخصیت و منش انسان رو با همدیگه دارن. اینا رو در تمام لیترچر، در تمام ادبیات مربوط به این قسمت گفتن و به اصطلاح راجبش نوشته شده. و ما به طور کلی مسئله‌ای که میتوانند این افراد در دیگران نفوذ بکنند شک و تردید نیست. یعنی چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. این یعنی خیلی خیلی ضرب المثل بود، چه بکنم دیگه، میاد تو ذهنم میگم. این ضرب المثل این است که افراد وقتی که طرح و برنامه داشته باشند برای یه برنامه، کما اینکه شما مثلا در موارد خوبش هم میبینید اتفاق افتاده، من مطمئن هستم که شما هم دیدید که افراد گفتن ما دلمون میخواد بریم مثلا زن فلانی بشیم، رفتن شدن. حالا بگذاریم از این موضوع، من به پایان وقتم رسیدم. بذارید اول از همه بگم این برنامه رو خیلی خیلی مهندسیش آقای امیر شهرتی اونجوری انجام داد که واقعا روز به روز دارم احساس میکنم که تا این برنامه به دست توانای مهندس که پشت صحنه است نباشه، ماهات کارمون هیچ درست نمیتونه پیش بره. خیلی ممنونم از خانم دکتر رشیدیان که ایشون با این تخصص، با این گرفتاری روزانه، با این همه آدم ها که دیختن به سرش از صبح تا شب، میگم کمتر کار کن، ولی به هر جهت لطف میکنه میاد اینجا. خیلی ممنونم ازش. ما نتونستیم این برنامه رو تموم بکنیم، هفته بعد بخشی از این برنامه کلاستر بی ما که باقی مونده خواهیم گفت با خانم و همچنین از خانم دکتر فرس سپید و بانو که واقعا خوب ببین از راه دور، حالا ما اینجا توی اینجا هستیم، ایشون نیویورک، ساعت ها فرق میکنه، کار دارن، زندگی دارن، باید هزار تا کلاس هست زیر نظرشون، اینا رو انجام بدن. به هر جهت بی نهایت سپاسگزارم و همچنین از خانم دکتر نقوی که ما رو واقعا توی این مسیر پشتیبانی کردن که ما بتونیم این برنامه ها رو درست انجام بدیم و بتونیم به اصطلاح آگاهی رو به گوش ملت ایران برسونیم. به هر ترتیب روز و روزگارتون خوش. خیلی ممنون.
خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.